خود وجود به زبان پاک همه شمعتان و جانباختگان راه آزادی سوسیالیسم در 25 سالگرد انقلاب 67 یک ربع قرن از قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 میگذرد. هزاران زندانی که اسیر دست حاکمان دوران محکومیت خودشون سپری میکردند و در دیدگاه‌های چند دلیلی و با سه سؤال به جمهوری اعدام سپرده شدند. اسم من رو برای صحبت در بخش رونش کارگری گذاشتن. البته یه صحبتی که یعنی یه چیزی که داشت خالی بود برادرم خانوادهای خواهران بود که صحبت های اون نبود، ولی چون که اسم من رو عنوان بخش رونش کارگری اومده، من بحث خودم رو توی این حوزه ارائه میدم. یعنی اینکه ما تو دوره هستیم که برای جنبش کارگری اصلی ترین چیز اینه که بتونه از مختصات کنونی یک تصور واقعی داشته باشه تا بر مبنای اون بدونه کجاها میخواد بجنگه، چجوری بجنگه و به صدا این بدونه که ما یک تحلیلی از وضعیت کنونی در حوزه جنبش کارگری نداشته باشیم امکان‌پذیر نیست. وقتی که دولت ابتدایی حسن روحانی قدرت رو گرفت، همینطور که دوستان همه خبر رو دنبال می‌کنند در جریان هستن، روز برنامه‌هاشو که اعلام کرد بر مبنای خصوصی سازی‌ها بود در حوزه اقتصادی. در حوزه اقتصادی برنامه خصوصی سازی ها بود. تو برنامه علی ربیعی هم که وزیر کار اعلام شده، باز هم اون تاکید کرد در خصوصی سازی. البته محور سیاست هایی که تو این دوره وزارت کار میخواد پیش ببره، البته نه تنها وزارت کار، چون سیاست‌گذاری مربوط به کارگران، به طبقه کارگری، جنبش کارگری فقط در وزارت کار و اینا تعیین نمیشه، بلکه مجموعه به اصطلاح نهادهایی که تو این رابطه اهمیت دارن مربوط میشه به اون، مثلا تامین اجتماعی که به نهاد و یک نهاد فوق‌العاده ثروتمندی که با سرمایه‌ها ثروت در واقع دخرنج کارگر رو بقا شده و خیلی سرمایه زیادی داره، یعنی این مقوله رقم خیلی بالا پرستش داشت. این مثلا جابجا شد، دست مرتضوی جلاد کردیدر که بعد از دولت ائتلافی روحانی به محسن نوربخش واگذار شد که خود اون در دوره اصلاحات خاتمی یکی از اعضای بالا رتبه‌بالا و مدیره سازمان تامین اجتماعی بود. برای که ما تصور درستی داشته باشیم از اینکه در این دوری که ما در پیش داریم، سیاست اینا نسبت به جنبش کارگری کارگران پیشوقت کلن طبقه کارگر چی هست، باید بدونیم که چیکار کار بکنن. آیا این سیاستشون هم اون سیاست دوره مثلا 8 ساله احمدی نژاد، دوره تحت تحلیل اقتصادی رفسنجانی یا دوره مثلا اصلاحات خاتمی، باید بشناسیم تا بدونیم بر مبنای اون فعالیت کارگری، جنبش کارگری، کارگران شد کجا میخوان حرکت کنن، چجور باید حرکت کنن. اگر که این چیز درستی باشه، یعنی ما باید شناختی داشته باشیم از اینکه اینا چجور میخوان حرکت بکنن، اون موقع سه تا محور اصلی سیاست اینا هست و حوزه کارگری. اون سه تا محور چیه؟ اول خصوصی سازی هست.
همینطور که تو همه کسایی که مربوط به این وحشتن نظرشون رو گفتن و مولویاشون اعلام کردن، اینا خصوصی سازی ها رو گفتن ادامه میدن. حتی خود علی ربیعی که میدونید از مسئولین خانه کاری، مسئولین رزباره خانه کاریگر یه اطلاعات امنیتی در این شخصه و اصلا یعنی این که خیلی از این شعارهای نمیدونم مستقف پناهی و مدامه نفر کارگر و از این حرفا خیلی داده قبلا، ولی الان که اومده در رفت نظارت کار قرار بیسی و تو خصوصی سازی ها ادامه میدید، اما خصوصی البته اما خصوصی سازی بیبند و بار نه. یعنی اینجا مردی که گذاشته با اون خصوصی سازی که ما تصوری که ازش داریم و اجرا شد شروعش هم با دوره تحریم اقتصادی رفتنجانی بود، میگه نه اون خصوصی سازی بیبند و بار نه از طریق قوانین ما. ما خصوصی برای که به رشد 5-6 درصدی برسیم چون که الان میدونیم که تو دوره که تو دوره 8 ساله احمدی نژاد پایین‌ترین نرخ رشد رو داشتن، یعنی از نظر اقتصادی خیلی پایین‌ترین نرخ رشد بودش نسبت مثلا به دوره خاتمی و دوره رفسنجانی. خب برای که ما به رشد بالای 5-6 درصد برسیم باید خصوصی سازی ها رو ادامه بدیم. البته یه اما اگرم گذاشت که از طریق تعاونی، حالا تعاونی اصلا چه جایگاهی دارن؟ کل به صلاح همه دست های تعاونی ها امروز اقتصاد ایران دیده در درست دارن، گفت ما این رسیم به 25 درصد. آیا واقعا با 25 به فرض که اصلا تو این حوزه علی ربیعی موفق بشه و بتون اونجوری که دلشون خواد تعاونی رو راه بدازه، که البته خود شده خیلی موارد زیاده، موارد فرهنگی هست و شاید این چیزا به 25 درصد قبل این 75 درصد به اصطلاح اقتصاد دنیا و اصلا سیاست دنیا در این رابطه جای دیگه تعریف میشه و تنگ میشه. اون رو چجوری گفته از طریق خصوصی سازی ها و بعد در حالا محور سوم میشه یکی از خصوصی سازی ها بود، یکی فرقش بین اش بود و دولت قبلی بود که تعاونی ها میخوام فراهم محور دوم. حالا چه کمیتی داره اون یه بحث دیگه است ولی خب توجه به تعاونی ها، ولی محور سوم که اتفاقا خیلی مهمه برای جنبش کارگری روی این تعهد کن و خمشه اون اینه که میخوام چه کار کنم، میخوام تو دوره که ما در پیش داریم در واقع تو جنبش کارگری در مقابل اعتراضات کارگری سیبنی مدیریتی از بالا بکنن و به اصطلاح کاری کنن که اعتراضات کارگری خونسا بشه. منطقه این خونسا شدن حالا تنها نه اینجوری که دوره عملی نشد میشناختیم و که مثلا صرفا با حالا با زندان و اینا صرفا از این طریق نیستن که به کل نباشه، ولی میخوام شما همیتون اعتراضات کارگری رو از بالا مصادره کنن، یعنی همه مثلا حرفا و قلوبرگاه که علی ربیعی تو برنامه خودش داده تو 15 بند اومده در 15 بند فقط اختصاص داره به اینکه چجوری در رابطه با حرکات کارگری چیکار میخوام بکنن، گفته مجرای قانونی سه جانبه کردن، دو تا، یکی که ما مجاری قانونی رو بریم یعنی از طریق مجاری قانونی اعتراضات جاری بشیم، یکم بر مبنای سجان بگرداریم، این دوتا چکار میکنه؟ این کار میکنه که اعتراضات کارگری رو که تو سالهای گذشته تو یه دهه گذشته به خصوص خیلی ابعاد بی‌سابقه و درخشان داشته، اصلا خیلی اعتراضات رادیکال و تومی ما داشتیم چه تو پتروشیمیای جنوب، پتروشیمی اهواز و پتروشیمی تبریز و ده ها حرکت اعتراضی تو جاهای دیگه داشتیم و به صدا کسی نمیتونه ممکنه بشه که تو چند سال گذشته اصلا مبارزات کارگری که از به صدا در حوزه اصلا تو
لیستای حقوق بشری که اعلام شده فعالین کارگری جایگاه ویژه‌ای دارن، یعنی یه لیست بلندبالای اونجا هست از فعالین کارگری که زندان شدن، دستگیر شدن یا تحت مثلا تعقیب و پیگرد و اینا هستن. بنابراین این بخش به اصطلاح سیاستی که تو دوره آتی وزارت کار و بقیه ارگان‌های مربوط به اصطلاح کارگران مربوط به اینا میخوان پیش ببرن اینه، یعنی اولیش رو بگیم سیاست چیه، خود ادامه خصوصی سازی ها بخش فعالانی و اون قسمت چیه از همه برای ما مهمتره این که اعتراضات کارگری خونسا کنه. یعنی چجوری؟ بگیم که شما خیلی اعتراض دارید بیاییم تو ما رو مثلا بنویسیم، حالا اعتراضاتو اینجوری بود شکایت کنیم، شکایت کنیم به وزارت کار. خب یه اصلا یه جایی هست وزارت کار و اداره کار رو اینه که شعبه‌های مختلف مربوط به شکایت هایی که از طرف کارگر رو میشه میره اونجا بررسی میشه، یه نماینده کارگره، یه نماینده کارفرماست که حالا اون نماینده کارگر رو بخونیم چی؟ همون نماینده ای که معمولا تو کارونه از طرف شعبه اسلامی عرصه بشه، یعنی همونش هم خیلی فاصله داره تو نماینده واقعی کارگر و دولت. اینا بشینن مسائلتون از طریق شکایت حل و فصل کنین، خیلی روش قانونمند و متمدنانه با شکایت جلو بدین، با استجابه گرمی بدین جلو اینا. بنابراین تو دوری که ما در پیش دور جدیدی که در پیش داریم باید به این موضوع توجه کنیم که اینا در پی مثلا مصادره کردن اعتراضات کارگری و ریختنش به مجاری قانونیه، به جای چی؟ به جای اعتصاب، به جای مثلا اعتصاباتی که میتونه اقتدار کارگری رو تقویت کنه این سیاستشون. اما با این اوضاع همه چیز سیاه نه، به نظر من یعنی بر طبق مثلا تحلیلی که از وضع موجود هست و مثلا کابینه اقتصادی روحانی تو دوری که ما در پیش داریم فرصت خیلی مناسبیه برای ایجاد تشکل‌های کارگری، برای که از یه طرف رژیم درگیره تو مثلا مسئله مربوط به سیاست خارجی و تحریم‌ها، مجبوره که یعنی میخواد که عقب نشینی کنه، مجبور اونجا امتیازاتی بده و به اصطلاح مشکلاتی داره از اون طرف، در وقتی که در حال مذاکره است یه مقدار تحریما از اون ایران برداشته بشه مجبوره که چیکار کنه، یه مقدار در مقابل به اصطلاح رعایت موازین حقوق بشری مجبوره که چیکار کنه، یه مقدار دست عطاتر رفتار کنه. این فرصت مناسبی رو به وجود میاره برای ایجاد تشکل‌های کارگری تو شرایط کنونی. واقعا بدون اغراق میشه گفتش که میشه که صدها تشکل کارگری، اتحادیه کارگری به وجود آورد. اونجاست که یعنی جنبش کارگری باید اونجا بایسته، بدون اینکه به اصطلاح از شیوه های اعتراض و مبارزات که حالا بالاخره تمهیداتی که وجود داره، اون وقتی که ما میاییم از در خودمون صحبت میکنیم، خب از نظر ما یه سری مبارزات و اعتراضات جنبه بالاتر و برجسته‌تری دارن، یه سری چیزا از نظر ما زیاد اونجوری نیست، پیش پا افتاده است، ولی هم اونا در داخل کارخونه، محیط کار، محله زندگی کارگران زحمتکشان خیلی بسیار بسیار پراهمیت است. مثلا همین که کارگران میتونن تو کارخونه مثلا وقتی که در معرض اخراج هم برن شکایت کنن، یعنی همین موضوع رو ما در ساده ازش بگذاریم. من یه نمونه اشاره بکنم که در چند سال مثلا مربوط به فکر کنید 6-7 سال پیشه تو یکی از کارخونه های زیر مجموعه سایپا، خودروسازی سایپا، دو نفر که اومدن امضا جمع کنن از پرسنل برای که ما شورای اسلامی میخواییم، شورای اسلامی میخواهیم، اخراج شده است.
چرا؟ چون سال هاست مجموعه خودروسازی ها مدیریتش اینجوریه که میگه شورا میخوان چیکار، تشکل میخوان چیکار، هر چی بخوان رفاه هست از این حرفا. بالاخره یه دوره اینا خودروسازی ها رو ورد کارگر خودروسازی بهتر از جاهای دیگه بود و مثلا امتیازاتی که اونا داشتن خیلی از کارگرای جاهای دیگه نداشتن. مثلا فقط کافیه مقایسه کنیم با وضع مثلا کارگرای نساجی، چندین بار وضع اونا بهتر از نظر حقوق مزایا و اینا. اینه که حتی همین شیوه های اعتراض هم از نظر توده طبقه کارگر چیز مهمی هست. یعنی ما نباید اینو همینجوری روش زبده بذاریم و خط بطلان بکشیم. همین شیوه هایی که کارگر که دستش به جای بند نیست فکر میکنه که با اون طریق میتونه به صلاح یه ذره وضع زندگیشو بهتر کنه. اینه که اگه در این بخش بخوام که حرفامو جمع کنم و خلاصه کنم، اینه که جنبش کارگری تو دوره‌ای که ما در پیش داریم باید به این سه تا محوری که تا حالا از سوی سیاستگزارانشون که علی ربیعی تو حرفا مصاحبه‌های محسن نوربخش بود، تو به اصطلاح موضع‌گیری و مصاحبه علی طیب‌نیا که وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر سه بر خصوصی سازی ها تاکید کردن و به اصطلاح ادامه این سیاست. اما این سیاست خصوصی سازی ها به کجا میکشه؟ یعنی آیا گشایشی تو امر با این وضع بحران اقتصادی که وجود داره، به طوری که بیشتر صاحب نظران که تا حالا صاحب نظران سیاسی اقتصادی که تا حالا موضع گیری کردن، مخصوصا تو مثلا با شروع دولت روحانی، دو تا چالش اصلی رو مثلا در دیدن در مقابل دولت روحانی، یکی سیاست خارجی رژیم به اصطلاح مسئله برداشتن تحریم ها اینا هستش، یکی هم مسئله اقتصادی. خیلی چالش مهم می دیدم، برای اینکه واقعا بدون عراق در بدترین رژیم در بدترین وضعیت اقتصادی به سر می بره که وضع مردم هم از این جهت هر روزه بدتر شده. فقط کافیه که در نظر بیاریم که تو مرداد ماه به اصطلاح تو فقط ماه مرداد همین سال تورم رسید به 40%، یعنی 15% حتی از سال گذشته بیشتر شد. بودجه که اعلام شد برای سال جاری 200,000 میلیارد تومان بود، 70,000 میلیارد تومانش که فقط رو کاغذ بود، 70,000 میلیارد تومانش قبلا خرج شده بود، بعد باقی ماندهش اون چیزی بوده که موجود بوده، این چیزی که خودش گفتن. صد روز دولت روحانی فرصت خواسته که فقط بگه که چه وضع خرابی درست کردن، یعنی چه فجایعی به بار اومده اصطلاح تو حوزه اقتصاد. فروش نفت میدونن دوستان تو چند سال گذشته هی به اصطلاح هر ساله کمتر شده، تو 10 سال گذشته هیچ وقت اینقدر فروش نفت پایین نبوده که مثلا تو تمام 50-60 بیشتر سالهای اخیر و اینه که چیزی که میتونستم یعنی میشه گفت که اینجا آیا حالا سوال مهمی که اصلا واقعا میتونن گشایشی تو وضع اقتصادی ایجاد کنن، هنوز نمیدونیم. به خصوص که تو موضع‌گیری هایی که تا حالا شده این یارانه های نقدی که به مردم میدن همشون به یه شکلی گفتن که این یارانه ها تغییر میکنه. مثلا فرض کنید که همین علی طیب‌نیا، همین محسن نوربخش هم گفتش که ما میخوایم که از طریق یارانه ها رو دیگه به این شکل ادامه ندیم، بیایم که بیشتر تأمین اجتماعی رو ببریم بالا. یعنی چی؟ یعنی اون یارانه نقدی که الان میدن که به واسطه اون پایین ترین لایه های جامعه از سطح از مثلا لایه های زحمتکش مردم که توانایی خرید مایحتاج ضروریشون هم ندارن، اون پایین ترین لایه ها الان وقته، یعنی نون شبشون در گروه همون یارانه نقدیه. فکر کنی اگر یارانه نقدی بخواد قطع بشه به این شکل و بره به صلاح بشه به صورت همون چیزی گفتن، ما سعی میکنیم تأمین اجتماعی رو تقویت کنیم و اینا،
بنابراین اونجا هم محتمل، یعنی در چیز داریم که اعتراضات توده‌ای مواجه باشیم. اگر بخوام که اینجا به اصطلاح در مقابل این سوال که آیا افق پیش رو افق کم اعتراضه یا نه، به نظرم پاسخ درست اینه که اعتراضات گسترده میشن، یعنی نسبت به مثلا فرض کنید سال گذشته که تقریبا حدودا 37% اعتراضات کارگری کاهش پیدا کرده بود، در اثر چی؟ در اثر فشار تحریم ها یه طرف کارخونه که تحریم شده اموالش رو چه میدونم تولیداتش و اینا، از یه طرف هم سرکوب. این دوتا عامل باعث شده که 37% اعتراضات کارگری سال گذشته حدودا که اعلام مثلا از طریق رسمی هم اعلام شد، ولی همینجوری هم که اعتراضات کارگری رو نگاه میکردیم و مثلا یه بررسی میکردیم میگیم که اعتراضات کارگری خیلی کاهش چشمگیری داشت سال گذشته. بنابراین تو دور جدیدی که داریم سوال اینه اعتراضات کارگری، اعتراضات توده‌ای، اعتراضات مردم کاهش پیدا میکنه؟ چیزی که میشه اینجا گفت قطعا نه افزایش پیدا میکنه. تا حالا تو این چند ماه گذشته دیدیم چند جاهای مختلفی که اعتراضات مردم وجود داشته، مثلا اومدن و اعتراضشون رو کردن، خیلی اعتراض داشته. بنابراین در مقابل این سوال میشه گفت نه قطعا اعتراضات توده‌ای گسترش پیدا میکنه، اعتراضات کارگری گسترش پیدا میکنه. در واقع مطالبات برزمین مانده مردم بعد از جنبش 88، مطالباتی که داشتن، اون هزاران جوانی که ریختن به خیابون‌ها مطالبه داشتن، به نظر میرسه که ساکت شده و آرومه، در صورتی که زیر پوست جامعه میجوشه، میجوشه، منتظر فرصته که بریزه بیرون و مطالباتشو بگه، مطرح کنه، پی بگیره. هنوز عاملان و آمران کشتاره که تو خیابونا از مردم شد و تجاوز و زندان و کهریزک و اینا راست راست میگردن، برای مرتضوی 200,000 تومان جریمه گذاشتن، یعنی بدترین توهین، اصلا به توهین به اون همه خانواده که به اون شکل مرگ عزیزانشون رو دیدن و مثلا کهریزک و اینا. اینه که در دور جدید اعتراضات توده‌ای چه بر بستر مطالبه رفاهی معیشتی نان، اون چیزی که هر انسانی حق داره از اون برخوردار باشه و مردم به اصطلاح از این جهت تو بدترین فشار هستن، با اون جنبه‌ای که از نارضایتی از اعتراضات مردمی که بعد از جنبش 80 بعد از بله 88 تو سال 88 مواجه بودیم، مطالباتی که برآورده، یعنی برآورده نشده، پاسخ نگرفته، منتظر فرصتی که دوباره اون مطالبات طرح بشه و این بار مسلما اعتراضات مربوط به یک حوزه نمیتونه باشه. و ایراد که به من تذکر دادن که مثل که من وقتم تمومه و وقت من تمومه، فقط یه بار دیگه تو پایان حرفام درود بیکران خودم و نثار کسایی میکنم که در سخت‌ترین و دشوارترین سرگرمای مقاومت در زندان‌ها و سیاه‌چال‌های رژیم مبارزه میکنن و از شما عزیزان تشکر میکنم که صحبت های من گوشتم.